و اینکه خامنه ای خودش علی زمانی میدونه و ایشون جلوش داره نهج البلاغه میخونه، خب مگه علی کی بود؟ مثلا علی چیکار کرده؟ مثلا در طی اون 4-5 سال خلافت اسلامی مثلا ایشون دانشگاه ساخته چیکار کرده؟ ایشون جز جنگ، خونریزی، توحش، حتی رفت به جنگ زن پیغمبرتون که جنگ جمل باشه، مثلا علی چیکار کرده؟ مثلا بیمارستان ساخته، مثلا به توسعه ژنتیک کمک کرده، علی چیکار کرده؟ و این داستانی است که ما با اباطیلی گرفتاری میکنیم. اباطیل جامعه ما رو به اینجا کشونده که ما بیایم از خار و زبون بشیم به خاطر یه قوم یعجوج و ماجوج، و خرد عمومی و جمعی ما هم ترمیم نمیشه اگر این زنگوله خرافات و یوغ توهمات مذهبی و تعصبات رو کنار نذاریم که مردم درست فکر کنن. شما در نظر بفرمایید هر سال چند هزار ساعت از مردم ایران وقتشون تلف میشه برای خرافات. اگه به جای اون به تکنولوژی و تمدن فکر میکردن و پیشرفت، الان ایران ژاپن که سهل کل کره زمین رو هم فتح کرده بود به خاطر نبوغ ایرانی. ولی متاسفانه ما گرفتار این قوم یعجوج و ماجوج هستیم. بنابراین اگه جلوی خامنه‌ای به خودش میگه علی زمان، خب علی هم جنایتکاری بود مثل این. یه خیلی بی‌تعارف. شما خلافت‌های اسلامی 5 تاشون رو نگاه بکنید، 4 تاشون رو نگاه بکنید، 3 تاشون همدیگه رو کشتن توسط همین مسلمانان. مثلا یارو بلژیکی یا یونانی که نیومده بکشه، که خودشون هم دیگه رو کشتن به خاطر غارت، به خاطر پول، به خاطر دزدی، به خاطر اینکه اقصار جامعه رو بیشتر بکشن. پس بنابراین کتاب 23 سال دشتی رو نسل جدید اگه نخونده بخونه که متوجه بشه از اساس برای تسلط، قدرت و پول درست شده. و این خلافت اسلامی متاسفانه فعلا در داخل ایران هست. هنوز مردم ایران متوجه نیستن 57 چه بلایی سرشون اومده. هنوز مردم ایران این هشدار و اخطار رو درک نکردن که درک و اندیشه ما از 57 هنوز ضعیفه. یک مشت تروریست بی وطن افتادن به جان وطن. این جمله رو همیشه من در همه مصاحبه ها مرتبا تکرار میکنم، به خاطر اینی که ما در این دام گیر افتادیم. مردم ایران خودزنی کردن، مردم ایران خودکشی دست جمعی کردن، و الان گرفتار شدیم که یکی بیاد برای ما نهج البلاغه بخونه، ما براش باید به به چه چه کنیم. خب ایشون علی زمانه است، باش منم میگم ایشون علی زمانه است، اتفاق نمیخواد بیافتید که